de esa amiga, ¿sí oye? ¡Para de qué! صحبت پشت فرمون نکن، تو دهن تو صحبت پشت فرمون نکن تو. باشه. یک ساعت مطله، چهار تا صندوق گوجه گرفتن که اینقدر مطله نداره. نه چرا متوجه نیستی؟ میگم میت همراهه، میفهمی؟ آره جون خودت، من هر موقع به شما یه کار گفتم گفتی میت همراهه. باور نداری؟ بیا یه نگاه بکن عقب ماشین ما. بریم ببینیم. بفرمایید. نه این شما رو دید خوش شدت موشوردگی به درستو قبول نمی کنی که آخه ما رو از کار بیکار راستی زیبر کجاست؟ زیبر رفته اکرم خانم مریض آمپولشو بزنه. آخه اونو چی به آمپول؟ آخه یکی توی محل میکشه همه اونو عمدهی میکنه تو زندان. به بلد نبود زن که حالا نزمیدی بلدی؟ بلدی اومدیم آقا، ما همین سر پیچی اومدیم، سر پیچی آقا اومدیم. آره صد مرتبه بهتون گفتم اینجا هم فقط برای شما نوشتم، همیشه حق با مشتریه. میت 50 کیلویی رو اینقدر دیر آوردین که باد کرده، شکلش عوض شده، خانواده‌اش میگن مال ما نیست. من چیکارش کنم؟ آقای کیمپر تا خرخره تو ترافیک گیر کرده بودیم. غلط کردیم، همتون ترافیک رو بهونه میکنین. آقای کیمپر وقتی میت همراهیمونه چطوری میتونیم استفاده شخصی بکنیم؟ شما هم یه چیزی میفرمایین. همین امروز خانواده میت چند کیلو گوجه فرنگی از اون مردشون جمع کرده باشن خوبه. اون مرده خودش روش گوجه بود. غلط کردین؟ مگه میت از سر جالید گوجه فرنگی بار زدین آوردین اینجا؟ خوب گوشاتون رو وا کنین با همتونم. دیگه وقت میگیرم از امروز به بعد بابت هر یک دقیقه دیر رسوندن مرده به اینجا نفر 50,000 تومان جریمه میشه. هر یه دقیقه؟ هر یه دقیقه 50,000 تومان. آقا ترافیکه یا آقا دی... خواهش من بحث نکن آقا کیان فر. تو یکی چی نگو پرونده از همینه بدتره. شما دوتا بیاین دفتر کارتون دارم. بیا. خندیدی شاکی شده؟ نه خیر حسین گوجه ها گفت بیاین. حالا تو اونجا چیزی نگی من خودم ردیفش بکنم. من میگم. حالا بستا. عزیز من به تو نگفتم مرده رو زمین بمونه معصیت داره. گفتم گفتی نه. نگفتم خانواده هاشون چشم برای من. گفتم گفتی نه. باور کن. بس دیگه. خوب شد. با شما سا. آقا شما اصلا با من صحبت کن. سویچو بده به قولم. جان؟ گفتم سویچو بده به قولم. برای چی؟ برای اینکه زیرا از این به بعد غلام راننده است و کمکی. نمیخوای برو بشه مامان جونه. لیاقت اینجا ماشین داشته باشی رو نداری. ماشین باید دست کسی باشه که احساس مسئولیت کنه. فقط من نفهمیدم آخه چرا؟ بابا مز ارائه میگه چرا چرا. گوش بده دیگه بله من سویچو. دست شما درد نکنه آقای کیانفر. باور کنیم به خاطر این لطفی که کردین و من ماشینتون یه جوری مراقبت میکنم که انگار دارم از خال مادر خودم مراقبت میکنم. اصلا حالا که اینجوری شد از ماشین شما یه جوری من مراقبت میکنم که تا حالا از خال مادر خودم مراقبت نکردم. باشه سویچو میدم ولی با این اوصاف قید ماشین رو بزنین. سیاه میخوری یا سفید؟ از جفتش سیاه سفید. نوشی جونه.
همسایه گیر. بابا صد دفعه من مادر میگم اینا نزنه جا حیثیتون تو محل رفته. نمیافتی هرکوله بابا بیا ببینم کجا میافتی تو. الان ما خو میری بیا برو پلا امو غلا زبی جون. آقا سیناس دیگه سر را میذاری مدرسهش. میدونم منظورم اینه که این ماشین دیگه سرویس مدرسه نیست. این ماشین از امروز تحویل منه. منم دیگه کارهای شخصی باش انجام نمیدم. افتاد؟ آها اون وقت از امروز تصمیم گرفتی یا دیشب؟ از امروز. چطور مگه؟ چون آخه دیشب یه سری کارهای شخصی انجام دادی. اینها به شیطون با ماشین میری عروسی؟ عروس تو ما جا به جا میکنی؟ فامیلات اینا اینا؟ یکی رو ببین گوسفند؟ گوسفند مسافر کشی میکنی؟ آبارکلا. پس الان رفتیم پلاغا کیانفر خودت میری قشنگ بهش میگی آقا من صلاحیت ندارم پشت فرمون بشینم. یاسم میگه آقا محلمون امن نیست. افتاد؟ خب بریم؟ میخوای خود رانندگی کنی؟ نه الان رومودش نیستم. بریم بچه رو مدرسه برسونیم اون موقع تصمیم میگیرم. بابایی بیا پروفان بشی ببینم. این نشد کار که هرچی من پول در میارم تو داری میدی به فامیلت. برو بهش بده دیگه. ببین حوصله تو ندارم. خدافظ خدافظ. ده بار باید بشی بده بده بده. چی رو؟ سویچو مگه من دیروز بد؟ نه آخه آقای کیانفر من خودم به زبی گفتم رانندگی کنه چون که واقعیتش اینه که من دیگه کمره پشت فرمون نشستن رو ندارم. ای پس تو کمره چی رو داری؟ سویچو بشه بده. آقای کیانفر غلام دیگه صلاحیت پشت فرمون نشستن نداره. آقا ششه. خب آقا شما اگه یه نگاه به این فیلم بندازید ببینید چرا بد رانندگی کرده. بابا این حرفا چی؟ من خودم گفتم رانندگی خوب نیست دیگه. چرا اینجوری؟ نه اجازه بده آقای کیانفر با چشای خودش ببینه چه بلایی سر ماشین آوردی. بابا خوب شما بفرمایید همین رو پلی کنین ها. شما واسه نه 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 این که ماشین یکی دیگه است. این من نیستم. این بعدیشه. بیا زبی اون قبلیه تو ماشین کی بود؟ تلفن زنگ خودم چه پسرمه. الو من به زنگ میزنم. خدافظ. میدونی خوبی این موبایل چیه؟ خوبیش اینه که بدی نداره. نه نه خوبیش اینه که جاساز داره. یعنی یه سری فیلم یا عکس ها یه جا ور میداری میذاری یه جای دیگه که دست آدم فضول بهش نرسه. جدی چجوریه ببینم کجاست؟ کجاش؟ کجاست؟ اینجاست. خودمون تیری اولاق شمایی؟ رفت؟ داده بهت که روش بگیری بخوابی؟ نشسته بودم همه الان خوابیدم. آخرین خوابت باشه. بیا سه ساعت مرده برو نشش بکش بیا. چشم چشم. ببین منو گرفتم. سلام آقا خسته نباشی. اومدیم جسد خدا بیامرز رو تحویل بگیریم. کجا میخواییم ببرینش؟ آخه آخه چرا انقدر زود؟ جدی خواهی زودو میخواییم یه دور بزنیم دوباره میایی. نه بابا کجا میخواییم بریم؟ بریم بردیم ببرینش. کجا باید بریم؟ از همین بر دست راست. خسته نباشید آقایی.
سلام. برادر ما اول میبریم خونه. خونه واسه چی؟ نه آقا، ببرین قبرستون. من فردا صبح بلیط دبی دارم. خیر سرم مسافرم. یعنی چه؟ ببخشید ما اول وظیفه داریم جسد رو تحویل سردخونه قبرستون بدیم. دستتون درد نکنه. صبر کنید ببینم. برادرشم من. میگم اول خونه. میبریم خونه. ببخشید موقع که زنده بوده برادر شما بوده. بقیش بسپاریم به ما. برگ فوتش کجاست؟ این حرفا چیه میزنید؟ ببخشید شما اگه پدرتون بمیره میشه شوهر ننه‌تون؟ ببینم کجا آوردی؟ ما شرمندم. کجا ببریمش؟ خونه. قبرستون. بفرمید اینجاست. اینجاست. وصلیت ما رو پذیرو باش. ببخشید فرمودین برگ فوت گرفتین دیگه. بله بله. کجا؟ محبت میشه. یادت باشه ما از زنده بشم. این در بود؟ نه خیر آقا، یه اینجا رو تمیز میکنم. کدوم طرف رو بفهم؟ بفهم بفهم پدر عزیزم اون طرف. آخه اونجا؟ کنم اونجاست. آقا بازم ببخش دایی، رفیق ما از زنده ها بیشتر میترسه. ببخشی سکته کرده؟ برادر خدا بیامرزم عادت داشت چایشو با خورما میخورد. آخرین بار هسته خورما میپره توی گلوش و راه تنفسش بنده. البته از این قضیه نمیمیره، از ترس این که بمیره سکته میکنه و میمیره. از ترس به خودش مرده. حالا بگیر سرشو. فقط آقا حتما آروم ببرینش. نه خانم لج بکنیم، تو میبری میزنیم به در و دیوار. خب کار ما همینه دیگه. ببخش نبت آقا. بفهم. سرشو بگیر. ببخشید آقا کیارش، این بنده خدا همیشه میگفت من اگه تو کارخونه مردم منو ببرین قسمت‌های مختلف کارخونه تا بتونم خداحافظی کنم. چرا